نیروی دریایی آمریکا روز شنبه ویدئویی را از موشک پرانی سپاه پاسداران در تنگه هرمز در نزدیکی یک ناو آمریکایی، ناو هری ترومن، منتشر کرد. سخنگوی سپاه پاسداران چند روز قبل از اون خبر این موشک پرانی را تکذیب کرده بود. اولین بار این خبر روز 8 دی ماه منتشر شد و تکذیب سخنگوی پاسداران رمضان شریف روز 10 دیما صورت گرفت. چرا سپاه پاسداران موشک پرانی رو تکذیب کرد و اصولاً چرا موشکی رو به سمت یک کشتی آمریکایی پرتاب کرد؟ پرسش‌هایی هستند که ما با محسن سازگارا، تحلیلگر ساکن واشنگتن و از جمله بنیانگذاران سپاه پاسداران مطرح کردیم. والا اگر نگید که من زیادی بدبینم، من فکر میکنم از اونجایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان منظم و انضباط لازم نظامی رو نداره، گاهی اوقات واحدهایی که داره خودسر یک کارهایی میکنن، از جمله این موشک بازی، موشک پرانی در خلیج فارس رو واحدهای گشت زنی سپاه و اون قایق‌های نیروی دریاییش احتمال داره کرده باشن، بدون اینکه عقلشون برسه و بدانند که این جور کار حساسیت برانگیز در واقع چقدر میتونه بازتاب بین‌المللی داشته باشه. به همین دلیل هم وقتی انجام شد و امریکایی‌ها اعلام کردند که این کار خطرناکی بوده و بیمسئولیتی انجام شده، مقامات بالاتر سپاه تکذیب کردن، ولی خب شاید فکر اینو نکرده بودن که امریکایی ها از این ویدئو دارن و منتشر میکنن، لذا خیلی احتمال داره که این بوده باشه، یعنی بی‌انضباطی بخشی از سپاه و بعد که دیدن افتضاح شده تکذیب مقامات بالاتر و حالا هم البته آبروریزی برای مقامات بالاتر. یه احتمال دوم هم این است که نه، با برنامه این کار رو کرده باشن و مثل همین آزمایشه موشکی سپاه این کارها رو میکنند برای اینکه در واقع هم قدرت نمایی کنن، هم بگن که به برجام و عادی سازی روابط با امریکا اعتقادی ندارن و هم که چوب لای چرخ آقای روحانی در داخل بگذارن، برای اینکه این روزها این بازار خیلی داغه و البته واکنش‌های بین‌المللی رو وقتی بلند شد تکذیب کردن، ولی باز هم فکر نمی‌کردن که این ممکن است که ویدئو داشته باشن و پخش بکنن. به هر صورت مثل داستان حمله به سفارت عربستان که این گروه های لباس شخصی که مستقیم زیر نظر بیت کار میکنن این کار رو انجام دادن و حالا که این طور افتضاح شده دارن سعی میکنن که گردن این و اون بندازن، غافل از این که این دومی بدتره، برای اینکه اون وقت ضعف دستگاه اطلاعاتی کشور رو نشون میده که وسط شهر تهران میتوانند نفوذی های عربستان یا اسرائیل یا انگلیس یا آمریکا، این حرفایی که زدن این چند روزه، بیان و برن به سفارتخونه حمله بکنن. به هر صورت این دفعه اول نیست آقای رفعت که ما از آقایون سپاهی ها چنین بی انضباطی یا بی مسئولیتی یا بی ندانم کاری رو میبینیم که بعدش وقت ناچار میشن که یک جوری رفع و رجوع بکنن یا براشون آبروریزی پیش بیاد. قبلا هم بوده و شاید بزرگتریناش که بزرگترین خسارت ها هم برای کشور داشته در طول جنگ ایران و عراق بوده که گاهی این قبیل سوء مدیریت ها و ندانم کاری ها به قیمت خون هزاران نفر تمام شده. در سنای آمریکا آقای سازگارا جمهوری خان بعد از آزمایش های موشکی اخیر ایران درخواست کرده بودند که تحریم های جدیدی علیه این کشور به تصویب برسه. خب تصویب این تحریم ها به تعویق افتاد به درخواست آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا.
شما فکر نمی کنید که با این ویدیو و این موشک پرانی این تحریم ها باز هم در دستور کار سنا و کنگره آمریکا قرار بگیره؟ چرا؟ حتما. یعنی در واقع اگر بخوایم یه خورده بیشتر مشکوک باشیم و کمی هم راه به تئوری توطئه بدیم در تحلیل هامون، اون وقت دلایل خیلی خوبی میشه اقامه کرد که این تندروهای بیمسئولیت در ایران به نوعی همراه و همدست تندروها در واشنگتن در میان و گویی که یه ارکستراسیون و هماهنگی لازم با هم میکنند. یعنی حالا به زبان ورزشی بگیم مثل والیبالی میمونه که اونها پاس میدن و این طرف آفشار میکوبه. یعنی درست در شرایطی که فشار روی دولت اوباما افزایش پیدا میکنه، فرض کنید آزمایش موشکی میکنن و بعد که سر صدا روی آزمایش موشکی بلند میشه که نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، شما میبینید که خطر آفرینی و موشک پرانی میکنن که کاملا موجه بکنه. به هر حال از نظر من، البته با شناختی که از سپاه دارم، اینها بیشتر ناشی از کج‌فهمی، سوء مدیریت، نادانی، بیمسئولیتی در امور کشوره و جهلی که آقایون دارن، ولی کمی بخوای مشکوکتر باشی کاملا میتواند که راه بازه برای یک چنین تئوری که آدم بگه که به نوعی دست عوامل تندروی اسرائیلی یا امریکایی در لابلای سپاه وجود داره، یا اینکه روس‌ها نفوذ دارن. برای اینکه به هر حال روس‌ها هم هرگز دلشون در این 37 سال نخواسته و نمیخوان که روابط ایران با غرب عادی بشه، از یه حدی عادی تر بشه تا حدی که بتوانند شرکت‌های غربی بیان در ایران سرمایه گذاری کنند و به خصوص گاز ایران رو ببرند به اروپا. اگر بخواد آدم توطئه اندیشی بکنه و دست عوامل خارجی ببینه، همه جور تحلیل اینجوری هم میشه کرد. اخیراً گویا بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیداری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق آقای محمد رضا رؤوف شیبانی گفته که فرمانده سپاه قدس سردار قاسم سلیمانی اسطوره نجات سوریه است. آیا واقعا این جمهوری اسلامی است و نه مثلا روسیه که رژیم بشار اسد رو سرپا نگه داشته؟ مطمئنا، برای اینکه روسا جدیدن پیداشون شده، ولی در طی 5 سال گذشته، 4 سال خورده گذشته که رژیم بشار اسد و شخص ایشون، این قصاب دمشق، مردم سوریه رو اینطور قلع و قمع کرده، اینطور جنایت کرده در سوریه، این سپاه بوده و آقای خامنه ای بوده که پشتش ایستادن، پول بهش دادن، صحبت از پرداخت دست کم 20-22 میلیارد دلار پول در طی این سالیان با کردیت لاینایی که بیش از 10-15 میلیارد دلار دادن، سعی کردن بانک مرکزی سوریه رو سرپا نگه دارن، کمک های فنی بهشون دادن، کمک های تکنولوژیکی و برخورد با شبکه های اجتماعی و اینترنت در اختیارشون گذاشتن، تیرانداز های تک تیرانداز از روز اول در اختیارشون گذاشتن برای سرکوب تظاهرات خیابانی، و بعد از اون هم آقای رفعت لا به لای این جنایت ها نیروی قدس سپاه و امکانات کشور ایران در اختیار رژیم قصاب دمشق بوده و واقعا در تمام این جنایت ها شریک بودن و هستن. روسا نه یک قرون اونجا پول خرج کردن، نه نفر پیاده اونجا گذاشتن، و تازه هم حالا اومدن 4 تا عملیات هوایی دارن میکنن. کاملا آقای بشار اسد حق داره که جنایتکاری مثل قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه رو و قاچاقچیان بین المللی و تروریستی مثل نیروی قدس سپاه رو فرشته نجات خودش بدونه. در گذشته هر کشوری که نیروهاشو به کشور دیگری اعزام کرده برای شرکت در جنگی که در اون کشور در جریان بوده، از ویتنام تا اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، همیشه ما شاهد بودیم که در درون این کشورها با
بازگشت اولین سربازان در تابوت نهضت‌هایی یا حرکت‌هایی به راه افتادند. چرا ما در ایران با وجود اینکه تلفات پاسداران افزایش پیدا کرده در ماه‌های اخیر با چنین حرکتی روبرو نیستیم؟ ببینید، اگر یک جایی مثل امریکا شما اون اعتراضات رو میبینید، خیلی ساده، برای اینکه کشور دموکراتیکه و مخالفین میتوانند که فعالیت بکنن، مخالفین میتونند به راحتی بیان تو خیابون تظاهرات کنند. در ایران کشور استبدادی سرکوبگرانه است، حکومت اجازه نمیده. اگر شاید جایی بشه مقایسه کرد، بعد با حضور شوروی در افغانستان مقایسه کرد که علارغم اینکه از جایی به بعد دست کم مردم شوروی به شدت ناراحت بودند، اما خب حکومت اجازه نمیداد مردم بیان در خیابون. ولی نارضایتی در درون واحد نظامی به وجود میاد. همین الان هم اخباری که من از منابع خودم دارم این است که در سپاه به شدت سپاهی ها مسئله دار شدند، بخش هایشون از اینکه برن و در سوریه کشته بشن، هم به دلیل اینکه اصلا ضرورتی نمیبینن جونشون رو برن فدای چی بکنن، همین که واقعا جنایت های اسد با همه تبلیغاتی که حکومت ایران میکنه، نمیدونم خط مقاومت بریم حرم و دفاع کنیم، اینا قانع کننده نیست. و من خبر دارم پاره ای از نیروهای حتی رده های بالای سپاه، چه برسه رده های میانه، به شدت منتقدن و نمیرنن، با وجودی که پول خیلی خوبی هم میدن. ایرانی ها اگر برن پول خیلی خوبی میدن و امکانات خوبی هم میدن، اما هیچ کس داوطلب نمیشه، سهل است، حتی با دستور هم نمیرن و تمرد میکنن. به همین دلیل هم هست که برای نفر رزمی ناچارن که تیپ زینبیون و فاطمیون رو درست کنن از پاکستانی ها و افغانی ها، درست مثل نیروهای مزدور و مرسینری بهشون پول میدن و وعده سیتیزنشیپ و تابعیت ایران رو میدن، میفرستنشون اونجا، یا اینکه از این نیروهای شخصی که در بلوچستان بسیج کردن سپاه امنیت مرزهای شرقی که به عهده گرفته، با روشی که داره پایگاه‌هایی درست کرده و آدم‌هایی که عمدتاً هم آدم‌های لات و لوت و بزن بهادر هستند یا سوابق سوء سابقه های جنایی دارن رو به خدمت گرفته، به اینها آموزش اولیه و اسلحه داده، اونجا در پایگاهی که درست کرده مرز و اینها نگه دارن. از بین همونها هم با امکاناتی بهتر از افغانی ها و پاکستانی ها تا به حال گروه هایی رو گرفته و فرستاده در سوریه بجنگن. و شما نگاه کنید افراد شاغل و کادر سپاه که اونجا ممکنه کشته میشن، تعدادشون خیلی کمتره. و از طرفی هم اخیراً مثلا فرض کنید یک ناوسروان نیروی دریایی در حلب کشته شد. ببینید، نه حلب دریا داره، نه اصلا اونجا رزم دریایی در جریان، کاملا نشون میده که اگر کسی هم از سپاه اینقدر داوطلب کمه که فرض کنید یه نفر از بخش دریایی داوطلب شده رفته در زمین بجنگه. در صورت در سطح مردم امکان مخالفت به دلیل سرکوب شدید نیست، کنترل میشه، نمیگذارن مثل امریکا به راحتی بیان تو خیابون مردم شعار بدن بگن نمیخوایم جنگ در سوریه رو، کمان که در جنبش سبز وقتی مردم تونستن بیان تو خیابون به راحتی شعار دادن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. یعنی تازه اون موقع هنوز این درگیری ها در سوریه نبود. منظور این که عامه مردم قطعا مخالفن که منابع ملی ما، مالی، پولی، انسانی بره و صرف کشور دیگه‌ای بشه، اون هم با این جنایتکاری. ولی در سطح داخل خود نیروهای مسلح سپاه که درگیر هست، در اونجا مشکل پیدا کرده، مشکل جدی پیدا کرده. با سپاس فراوان از همراهیتون. ممنون از شما. Thank you.